چه کسانی در بنیاد علوی در نیویورک به حیف و میل بیت المال، به حیف و میل دارایی های مردم ایران پرداخته بودند؟ جزئیات بیشتری را در برنامه امشب تفسیر خبر درباره بنیاد علوی و میلیاردها دلار سرمایه این بنیاد مطرح خواهیم کرد. همچنین نگاهی می اندازیم به آنچه که در بند 350 زندان اوین روی داد. زندانیان سیاسی در این بند زندان جمهوری فقیه مورد ضرب و شتم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و خانواده های زندانیان سیاسی مذکور در برابر دفتر ریاست جمهوری فقیه دست به اعتراض زدند. آن سوتر در 35 سالگرد تأسیس سپاه پاسداران در رده های بالایی این سپاه، سپاه جمهوری اسلامی چه می گذرد و خبرهای دیگر. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما عزیزان خواهم بود، با میهمانان عزیز برنامه امشب تفسیر خبر. در نیویورک آقای حسن دایی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، و در استودیوی ایران فردا در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه نگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای محمدی سلام به شما. عرض ادب دارم جناب چالنگی خدمت شما و جناب دایی عزیز و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. به اتفاق شما به نیویورک میریم، سلام میگیم و خوش آمد به آقای حسن دایی عزیز. سلام آقای چالنگی عزیز، سلام آقای محمدی و درود به همه هموطنان. آقای دایی، من میدونم و بسیاری از بینندگان ما که شما تحقیقات پژوهشایی دارید درباره بنیاد علوی و همینطور لابی های جمهوری اسلامی در آمریکا. اون چیزی که در ارتباط با بنیاد علوی اخیراً در جریان هست، حکم قاضی دادگاهی در نیویورک رو در این زمینه از زبان شما میشنویم و اساس این حکم بر چه اساسی صادر شده که بله، من خیلی مختصر اشاره کنم به این داستان بنیاد علوی. میدونیم که در زمان محمد رضا شاه ما بنیادی بود به نام بنیاد پهلوی. اینها اومدن در آمریکا این بنیاد پهلوی رو شعبه زدن در نیویورک و برای کمک به بورسی دانشجویان و کارهای فرهنگی دیگه این بنیاد رو راه انداختن. بعد اومدن یک ساختمان بزرگی در خیابان پنجم نیویورک اینها خریدن، ساختمان بسیار بلند بزرگی که خیلی هم ارزش داشت اونجا، که از پول اجاره این بتونن بودجهشون رو تامین کنن. این برای ساخت این ساختمان بزرگ بودجه با بانک ملی در اون زمان شریک شدن. بعد که انقلاب شد بنیاد پهلوی شد بنیاد علوی، این ساختمان هم رسید به بنیاد علوی. برای اینکه دولت آمریکا ضرب نکنه این رو، اومدن گفتن که این بنیاد علوی که در نیویورک مستقله، یه هیئت مدیره ای داره، خودش هم کارهای خودش رو میکنه، ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره. اینم از اون دروغای خیلی بزرگ بود. دولت آمریکا میتونست دروغ کاری به کارش نداره، چون قانونا نمیتونستن با دولت جمهوری اسلامی رابطه مالی داشته باشن. تا اینکه از سال 2007 به بعد که تحریم ها آرام آرام شروع شد، بعد تحریم بانکی و اینها اضافه شد، اینها اومدن
نگاه دقیق تری به این داستان این ساختمان کردن، به خصوص چون بانک ملی تحت تحریم قرار گیره بعدش، دیدن که نخیر، اصلا یعنی رئیسش رو خواستن، رئیس همه بون رئیس رسمی قانونی این بنیاد رو خواستن که ازش سوال بکنن و بهش گفتن که ما یه سری اسناد و مدارک میخوام در مورد رابطه مالی شما با جمهوری اسلامی و به ویژه بانک ملی که بانک دولتیه در ایران، میخوام ببینیم رابطتون چیه که آیا شما رابطه مالی دارید یا نه. این آقا میره خانه و تمام اسناد رو شروع میکنه توی کیسه زباله کردن برای دور انداختن، سوار ماشین میشه بره دور بندازه، FBI دستگیرش میکنه به جرم از بین بردن، تلاش برای از بین بردن اسناد. آقا رو که میگیرن، اسناد رو که میگیرن، طبق حکم دادگاه میرن نه خیر، اصلا از روز اول هم این بنیاد علوی همونطور که همه میدونن تمام تصمیم گیری هاش با جمهوری اسلامی بوده، حتی در لندن تشکیل جلسه میدادن با بانک ملی بوده همه اینها، و اتفاقا اینه که مهمش اینه که متوجه شدن که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در اون موقع تا سال 2007 جواد ظریف بود و بعد خزائی شد، اینها به طور سنتی طی 30 و چند سال گذشته این سفیران جمهوری اسلامی در سازمان ملل بودن که تصمیم میگرفتن پولا رو به کی بدن، درآمدهای اینجا رو به کی بدن. خب بلافاصله به اتهام پولشویی اینها رو تحت تعقیب قرار دادن که شما دروغ گفتید، با جمهوری اسلامی رابطه داشتید، و سال گذشته دادگاه حکم داد بنیاد علوی، یعنی ساختمان بنیاد علوی شماره فکر کنم 650 در خیابان پنجم این ضبط شد، یعنی مصادره شد به خاطر پولشویی و تقلب مالیاتی. حالا اینو که گرفتن، این دیگه اصلا مال جمهوری اسلامی نبود. این حکم جدیدی که اومده گفته آقا این که گرفتین که نمیدونم حالا این ساختمون 150 میلیون دلار ارزششه، این رو باید بدم به قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی که کم هم نیستن، متاسفانه صدها نفر و هزاران نفر در سراسر دنیا قربانی تروریسم جمهوری اسلامی هستن و کلی هم شکایت دارن. من فکر کنم تا ابد و ده باید مردم ایران تاوان این جنایت این جمهوری اسلامی رو پس بدن. بنابراین این روند این دو حکم بوده. اما نکته دیگری هم که اشاره فرمودید خیلی خلاصه بگم که زیاد صحبت نکرده باشم، اینه که طبق بیلان سالانه ای که بنیاد علوی میداد، خب یه مقدار از پولهایی رو که تقسیم میکرد اینجا به بعضی از دانشگاه ها میداد، بعدی بورسیه به بعضی از جاها میداد، چون بنیاد علوی به غیر از این ساختمان چند تا مسجد داره، چند تا ساختمان مذهبی داره، مؤسسه مذهبی داره، چند تا مستقلات داره در ایالات های مختلف. خب اینا یه بیلانی میدادن ولی بیلان کامل نبود که من اونها رو همواره هر سال میگرفتم و نگاه میکردم، مثلا به فلان دانشگاهی که فلان استاد خوششون میومد میدادن، یا به فلان دانشگاه پول میدادن که 4 نفر از ایران بیان به عنوان مثلا محقق بیان اینجا به نفع جمهوری اسلامی فعالیت کنن، از این کارا میکرد. به مؤسسات اسلامی که نزدیک به خود حکومت بودن، نزدیک به اخوان المسلمین پول میداد و و و. ولی متاسفانه به دلیل اینکه خب یکیش اینه که ایرانی ها اینجا متاسفانه فعال نیستن، چون شاکی خصوصی هم نبود از این طرف، کسی نرفت واقعا در بیاره ببینه که این پول ها رو، میلیون ها دلار در سال که درآمد داشتن رو به کی میدادن. این بیلانایی که اینا میدادن همه رو که نمیگفتن، مجبور نبودن که. بنابراین یک نقطه ابهام سیاهی هم در اینجا هست که متاسفانه ما نمیدونیم که چه کسانی این پول رو گرفتن. حتی من در جریان دادگاه خودمون که با نایاک بود، وکیل ما درخواست کرد از دادستان نیویورک تا ما بتونیم دسترسی داشته باشیم، از ما دریغ کردن، اجازه ندادن و هنوزم نگفتن. می‌خواستیم ما ببینیم بالاخره چجوری بوده، کیا بودن، چه مؤسساتی پولای می‌گرفتن، خیلی مهم بود، ولی متاسفانه این رو نتونستیم به دست بیاریم. بله نایاک که اشاره کردن، برای برخی از بینندگان میگم که احتمالاً آشنایی ندارن، یکی از تشکیلات به اصطلاح پادوهای سیاسی، لابی جمهوری اسلامی، کارگزاران، مبلغین سیاست های جمهوری اسلامی هرچه که هست در واشنگتن هست. آقای دایی علیه این تشکیلات کیسی داشتن، شکایتی که به هر حال در نهایت برنده شدن. تریتا پارسی و کسان دیگه امثال تریتا پارسی
از کارگزاران این بنیاد هستن، همونها هستن که در اینجا تصویری نادرست از اون چی که در ایران میگذره رو به مسئولان آمریکایی ارائه میدن، اینکه ایران بهشت شده بعد از انقلاب و مردم اکثرا 90% راضی هستن و بقیه ماجراها. این کار لابیگری یک کاریست که در اینجا یک کاریست، دفاتری دارن، کشورهای دیگه، دولتهای دیگه، همه هم داره. بهرحال امیدوارم روزی بتونیم به این مسئله به طور گسترده‌تری بپردازیم. سوالات بسیار آقای دایی. پیش از اون من به لندن باز میگردیم. آقای محمدی عزیز به ما خواهند گفت که بنیاد پهلوی در اساس با چه نیتی، آقای دایی اشاره کردن، و عمل کردش تا 22 بهمن 57 به چه شکل، آیا در کارهای محرمانه مثل الان بنیاد علوی دست داشت نداشت، چه میکرد؟ حضورتون عرض کنم که جناب دایی توضیحات مفصلی دادن و واقعا به قول معروف اونجایی که آب هست تیمم باطله، بنده دیگه توضیح زیادی نمیتونم بدم. ولی در مورد اصلا نهاد بنیاد پهلوی که پیش از انقلاب درست شده بود، همونجوری که اشاره کردن، اساسا کارش کار فرهنگی بود و کمک به دانشجویانی که در ایالات متحده تحصیل میکنن، و کارش هم بسیار کار روشنی بود. یعنی این گونه نبود که مانند الان ندانند که این بنیاد به نام بنیاد علوی چه فعالیت هایی میکنه. البته من فکر میکنم علاوه بر اون که جناب دایی توضیح دادن و به درستی تحقیق کردن، ببینید دو جنبه داره مسئله. یک جنبه این استش که به واسطه کارهای تروریستی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران انجام داده است، از جمله لبنان و غیره، و میگوید از دهه 1980 قربانیان تروریست به اونها پرداخت بشه. یه جنبه دیگرش هم این استش که خب حالا باید رسیدگی بکنن که اساساً این پولها در داخل آمریکا خرج چه چیزهایی میشده. میدونید فعالیت‌های فرهنگی بسیار زیادی دارن، فعالیت‌های مذهبی بسیار زیادی دارن. وقتی میبینید حتی تو خیابونای نیویورک سینه زنی را میندازن، و بعد وقتی شما نگاه بکنید میبینید لابی‌های مختلف و افراد مختلف همونجوری که الان اشاره کردن، وقتی میان این اسناد رو بخوان از بین ببرن، پس لابد مخارجی که کردن مخارجی است که برخلاف قانون است. من فکر میکنم این رشته علاوه بر این که خود داستان رو، یعنی خود انوار رو مصادره کردن، هم بنیاد علوی رو و هم شرکت آسا رو که واسطه بود است بین بنیاد علوی و بانک ملی ایران و کارهای مالی رو انجام میداده، یک کلاه شرعی سرش گذاشته بودن، حالا شروع که پولها رو باید بدن به خانواده های قربانیان، حالا شروع خواهد شد به بررسی اینکه خب تا به حال این بنیاد چه می کرده. در اونجا هم ممکن است به مشکلات تازه‌ای بر بخورن، به احتمال قوی هم اختلافات بسیار زیادی من فکر می کنم جناب چالنگی پیش خواهد اومد. اما نهادی که تشکیل شده بود قبل از انقلاب، یعنی اساس کار بر این اساس بود که بتوانند به دانشجویان کمک بکنند و کردن، و این ساختمون 36 طبقه‌ای که خریدن در خیابان در منهتن که منطقه گرانی هم هست، الان خب ارزش بسیار زیادی داره که متاسفانه اون هم از کیسه ملت ایران رفته. به قول جناب دایی حالا حالاها باید تاوان این تروریسم و حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی رو ملت ایران از کیسه خودش پرداخت بکنه. آقای دایی، سرمایه زیر نگین بنیاد علوی تا چند میلیارد دلار هم گزارش شده، درسته؟ فکر نمی کنم رقم درست بشه. نه خیر، تا اونجا که من اطلاع دارم بنیاد علوی سرمایه که داشت، همین مهمش همین ساختمانیه که در خیابان پنجمه که ازش گرفتن، یک سری مؤسساتی داره در کالیفرنیا، تگزاس و غیره، مؤسسات مذهبی و مقدار زیادی هم مستقلات. ارقامی که من شنیدم از 200 تا 500 میلیون دلاره و سالانه هم یه چیزی فکر میکنم حدود 5 تا 10 میلیون دلار به این طرف اون طرف پول میداده، خرج میکرده. ولی این همه پولایی که طی سالها درآمد داشته، مثل این که اجازه خارج کردنش از آمریکا به طور قانونی نداشته، نیست؟ نه خیر، بعد این پول همینجا تقسیم میشده. خب این بنیاد مثلا غیر انتفاعی بوده، بنیاد غیر انتفاعی چون مالیات نمیدن بر درآمدشون، باید دقیقا اعلام بکنن که
به کیا پول میدن؟ خب یه بخشیش رو مجبورن در اون گزارش سالانه مالیاتشون بگن که عمومی باشه، که دو سه چند سالش بیشتر عمومی نبود، من ندیدم، نتونستیم به دست بیاریم، ولی در مجموعش اینه که بخش مهمیش هنوز کماکان به اصطلاح ناپیداست. حساب سازی های زیادی میکردن و معلوم نیست این پولها را به چه کسی میدادن. یعنی الان بنیاد علوی رو با حکم جدید دادگاه تأکیدی که بر این حکم شده دیگه عملا مصادره شده یا خیر توقیفه فرق؟ نه خیر تموم شده، نه خیر اون که تموم شد، نه خیر دیگه جمهوری اسلامی خوابشو ببینه، به علت تقلب مالیاتی اگه بخوان تا تای قضیه برن که باید 50 برابر ساختمون هم از جمهوری اسلامی بگیرن. نه خیر، اینا تقلب مالیاتی کردن، نه یکی دو سال، 30 و چند سال بنیاد علوی تقلب مالیاتی میکرده، پولشویی میکرده، کلی میتونن برش جرم بتراشن، میتونن 1 میلیارد برش جریمه بتراشن، ولی دادگاه حکم داد این رو پارسال گرفتن، مصادره شد، یعنی تمام شد، اون که تمام شد. حالا این که به کی میخوان بدن دیگه اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره که اینو به کی میخوان بدن. اینو تصمیم گرفتن به قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی بدن. از آرژانتین شما بگیرید تا تو اروپا و تو خاورمیانه از این قربانیانی که شکایت هم کردن خیلی هاشون و شکایت هم خواهند کرد، بعدها هم خواهند کرد، یه قلم صدها هزار نفر از مردم سوریه میتونن تا ابد طلبکار جمهوری اسلامی باشن. اینها طلبکار زیاد هستن و اینها گرفتن دیگه، تمام شده، این پول اصلا دیگه جای بحث نداره اصلا. آقای محمدی تفسیر شما رو میشنم. والا همون جوری که عرض کردم و جناب دایی هم اشاره فرمودن، به اعتقاد من اگر بخواهند، و من فکر میکنم که این حتما این پرونده از یه جهتی باز خواهد بود، درست است، اشاره میکنم که از نظر مصادره کردن پرونده بسته شده، اما اینکه واقعا در این 35 سال چه کردند و حالا پولشویی انجام شده، به سازمانهای مختلف کمک کردن، چه بسا احتمال داره به سازمانهایی که مرتبط هستند با تروریسم کمک کرده باشند. اخیراً مثلا فرض کنید سازمان دفاع از حقوق شیعه در حقوق بشر شیعه درست شده، این انواع و اقسامش در کوچه و کنار آمریکا هست. از سوی دیگر ما نگاه میکنیم که بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی میآیند در خارج و میبینیم هنوز رابرا نرسیده، استاد دانشگاه میشن، کرسی میگیرن، خرج و مخارجشون هست. حالا این پولها هم باز سواست، و بعد اینکه این پولها در صرف این سالها خرج چی شده واقعا، بر نگشته به ایران که تو کیسه جیب مردم بره. اجاره ای که از همین ساختمان 35 طبقه گرفتن در طی این 35 سال ده ها میلیون دلار هستش. آقای دایی، این حکم فقط شامل ساختمان بنیاد علوی و ساختمان های اون هست یا اموال نقدی این بنیاد در بانک هم هست؟ نه خیر، فقط همین ساختمان خیابان پنجم، به خاطر که توی این ساختمان شریک بودن با بانک ملی، بقیه مستغلات و اموالی که دارن مال خود بنیاد علوی بوده و هنوز هم هست و اون ساختمان رو مصادره کردن. ولی یه نکته که فرای این مسئله بنیاد علوی هست، ببینید جناب چالنگی، به طور کلی در آمریکا تو توی این 30 چند ساله واقعا اینه که اذیت نمی کردن هیچ وقت جمهوری اسلامی رو، دستشون باز بوده. این داستان بنیاد علوی نمونه یه که نشون میده چقدر اینها آزادی فعالیت داشتن. این داستان ابو طالبی که الان پیش اومده که بهش ویزا ندادن که به عنوان سفیر بیاد، خب مثلا مطرح شد که چطور ایشون قبلا میومده ویزا میگرفته، بعد معلوم شد که بابا کلی از این کسانی که تو این داستان گروگانگیری بودن قبلا، از این به اصطلاح اصلاح طلبان امروزی و شکنجه‌گران و بنیانگذاران وزارت اطلاعات در دهه اول انقلاب، توی این آمریکا خب دستشون باز بوده. من یه مقاله نوشتم سال 2007 که ادامه داره الان، که چطور میشه 3 تا معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دیپلماتی اومدن آمریکا در دانشگاه‌های معتبری مثل هاروارد و MIT به عنوان پژوهشگر کار میکنن، و جالب اینه که بنیاد و تشکیلات را انداختن رسما به نفع جمهوری اسلامی کار میکنن. آخه شما فکر کنید وقتی مادر 70 چند ساله من بخواد بیاد آمریکا، جد و آباد و شناسنامه همه چی نگاه میکنن که 40 سال پیش چیکاره بوده. چطور میشه که معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میاد اینجا بنیادم میزنه؟
بلکه دست اینا باز بوده. همین الان حسین موسویان برگشته پرینستون، حسین موسویان سفیر بوده در آلمان. خب چطور میشه سفیر جمهوری اسلامی اومده اینجا به عنوان پژوهشگر با پول نهادهای آمریکایی و خیلی های دیگه داره اینجا کتاب چاپ میکنه، همش میرنش تلویزیون. ببینید دست اینا باز بوده واقعا، پاشنو رو دوم جمهوری اسلامی نگذاشتن. ولی پرونده زیاده و من اینو همواره گفتم، جمهوری اسلامی اشتباه استراتژیک و برآوردی هم داره میکنه. فکر میکنه که میتونه با 4 تا لابی که اینجا داره، که خب قوی هم هستن لابی های نفتی اینها، میتونه یک جا سر آمریکا و اسرائیل و عربستان همه رو کلا بذاره. نخه تازه شروع شده، الان ریش و قیچی دست کنگره آمریکاست و این پرونده ها رو یکی یکی رو خواهند کرد. حالا ببین خواهید دید. یعنی اینطور که میفهمید دولت اوباما زیاد مایل نبوده پس با این حساب که این داستان بنیاد علوی به این شکل در بیاد، اما کنگره چرا؟ نخیر، ابدا در مورد تحریم ها به طور کلی، چون این داستان بنیاد علوی هم از تحریم ها شروع شد به خاطر تحریم بانک ملی و اینها، این رو از زمان جورج بوش استوارد لوی معاون خزانه‌داری دنبال میکرد و واقعش هم که در زمان آقای اوباما ادامه پیدا کرده، یعنی هیچ کاستی زیاد مشاهده نشده. البته آقای اوباما در وضع تحریم های جدید و فشار به جمهوری اسلامی هیچ وقت گام اول بر نداشته، همیشه اکراه داشته، همیشه کنگره بوده که جلو میمده، ایشون هم تحت اجبار میپذیرفته و امضا میکرده، این بوده. ولی برای اولین بار بعد از 35 سال یه تحول بنیادی شد وقتی در سال 2010 قانون تحریم های سفت و سخت در کنگره با اکثریت آرا به تصویب رسید و آقای اوباما امضا کرد. این دیگه برداشتنش بسیار دشواره، برای اینکه این برداشته بشه باید خود کنگره دوباره قانون بگذرونه و این دیگه یک تحول بسیار مهمه که من یادم اون موقع خیلی ها اخطار دادن از خود دوستداران جمهوری اسلامی که نگذارید تحریم ها رسمی بشه در کنگره، چون برداشتنش دیگه بسیار بسیار دشواره و آقای اوباما هم حتی اگه توافق هسته‌ای بکنه با اینها، بخش مهمی از تحریم ها که ربطی هم به برنامه هسته‌ای نداره، به تروریسم جمهوری اسلامی، به دخالت های منطقه‌ای و حقوق بشر ربط داره، اینها برداشته نخواهد شد. بنابراین آقای اوباما پیشگام نبوده ولی کنگره بسیار جدیه در این داستان. آقای اوباما هم هیچ وقت نمیاد از تمام سرمایه هاش خرج بکنه جلوی کنگره بایسته، اونم در دفاع از جمهوری اسلامی. قبل از اینکه به لندن بریم آقای دایی، همین بنیاد علوی ظاهرا تا اونجایی که من یادم هست بعد از اشغال سفارت آمریکا بود که عملا به حالت محاصره در اومد، یعنی قرار شد درآمدهاش از آمریکا خارج نشه، مشمول اون تحریم‌های مربوط به اشغال سفارت آمریکا شد. خب بله دیگه، چون قبل از گروگانگیری که روابط عادی بود، مشکلات نبود، بعدش بود که اینا اومدن بنیاد علوی که ما مستقل داریم کار میکنیم، با بانک ملی هم کاری نداریم و و و اینا درست کردن که اصلا هیئت مدیرش خودش تو آمریکاست، اینا رو اینجا درست کردن که از زیر این داستان درن. صد البته که اگه دولت آمریکا میخواست همون یک روزه کرکره این رو پایین میکشید، چون خلاف که کم نمیکنن، پر خلافه، کاری ندارن. واقعش اینه که آمریکا چشمش رو بسته قبلا، الان هم میبنده، یک کمی کمتر، ولی بخوان جلوی جمهوری اسلامی بگیرن، چه در اینجا، چه در منطقه، چه در اروپا. الان دیدم دیروز نوشته بود که همین دو سه روز پیش، بالاخره بعد از کلی که فشار آوردن اتحادیه اروپا، آلمان رفته یه مؤسسه‌ای که مثلا ظاهرا حمایت از کودکان به اصطلاح لبنانی و نم چی بوده رو بسه، که چی؟ این مال حزب الله بوده، نزدیک 15 سال هم هست داره کار میکنه، میلیون ها دلار پول جمع کرده تو آلمان میفرسته برای جنگجویان حزب الله و خانوادهشون. ببینید چه جوری، خب اینو میدونستن، همه اروپا فشار میوردن، آخر سر آلمان اومده در این رو بسته. این مماشات هایی که در سراسر دنیا بوده و اینها کم نیست متاسفانه، چوبشو خود آمریکایی هم میخورن، چوبشو خودشون هم خوردن، ولی در درجه اول ما مردم ایران خوردیم. آقای محمدی، در همین زمینه در اروپا، آیا اون چه که آقای دایی مماشات نامیدن،
و برخی از دول اروپایی متهم بودن که به چنین مماشاتی در برابر جمهوری اسلامی دست زدن. بسیاری از عملیات تروریستی فرستادگان تهران رو در پایتخت‌های اروپایی نادیده گرفتن. به نظر میرسه که این سیاست هم به انتها رسیده و جنبه دیگری رو داره پیدا میکنه، جنبه نه چندان مماشات گرایانه نسبت به قبل. درسته، حالا اشاره که میفرمایند مماشات، و حتی بنده بخوام عرض کنم علاوه بر این که مماشات میکردن، در مواردی هم دیده ایم در مسئله ترور آقای دکتر شاپور بختیار، مسئله انیس نقاش، غیره و غیره، چه بسا همکاری هایی هم کردن که آدم حالا سند و مدرکش که ای رو خواهد شد. حتما یه همچی چیزی هستش که علاوه بر مماشات راه آمدن با جمهوری اسلامی، تعارف هم نداره. اون چیزی که دارن میگن کاملا درسته، اما به نظر من هم جناب چالنگی، جهان هم داره یواش یواش به این نتیجه میرسد که با نظام جمهوری اسلامی باید حساباش رو وا بکنه. به قول معروف اشاره کردن که آقای اوباما کاری در واقع نکرده. درسته، دولت آقای اوباما اون قدرت و اون جسارت رو در واقع نداشته، اما آقای اوباما هر بار که عنوان میکنه میگه این در دوره من بود که 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی صادر شد از سوی شورای امنیت و من بودم که باعث شدم که این 5 به علاوه 1 در واقع متحد بمانند، و البته بعد از اون 4 قطعنامه هم تحریم های مستقل و مضاعفی برقرار شد در مورد جمهوری اسلامی، به ویژه از سال 2012 از جولای که تحریم های خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا و بعد تحریم های بانکی بود که واقعا کمر جمهوری اسلامی رو شکست. الان جمهوری اسلامی روی ضعف و روی فتور هستش که نشسته به گفتگوها تن در داده و اون قرارداد ژنو رو، اون توافق ژنو رو امضا کرده. اما جناب چلنگی، آقای روحانی میگوید که ما به نتیجه خواهیم رسید ظرف تا مدت تا 20 ژوئیه که 6 ماه تموم می شود و باید به توافق نهایی برسند. آقای ظریف و خانم اشتون هم وقتی که دور سوم مذاکرات تموم شد یه صحبتهایی مشابه همین کردن، ولی واقعیت این استش که حالا داره کم کم آشکار می شود، گرچه دولت آقای روحانی و آقای ظریف و مقامات ایرانی در داخل ایران اعلام نکردن، فاش نکردن جزئیات قرارداد رو، ولی کم کم از سوی مقامات غربی فاش شد که نه، مسئله حمایت از تروریسم هم جزو برنامه بوده، جزو توافق بوده، مسئله حقوق بشر هم جزو توافق بوده، و برای همین هم خانم اشتون بلند شده رفته ملاقات کرده که میگن دزدانه ملاقات کرده، آقا دیگه راه نمیدیم. بعد میبینیم که این مسئله رو رها نمی کنند. همین الان هم قطعنامه پارلمان اروپا که هست که در مقابل جمهوری اسلامی چگونه باید رفتار بکنن، همه اینها باعث شده است که یک جبهه بزرگی در داخل علیه دولت آقای روحانی شکل بگیره. از همه مهمتر خود آقای خامنه ای هست که در همون روزی که دور سوم مذاکرات انجام شد، روز 19 و 20 فروردین، و آقای ظریف و خانم اشتون اظهار امیدواری کردن، روز ملی فناوری بود، فناوری هسته‌ای بود، و آقای خامنه‌ای گفتن آقا ما هیچ خوشبینی نداریم، چون ما اگر همه تأسیسات هسته‌ای را برچینیم باز هم مسئله تروریسم رو عنوان میکنن، مسئله حقوق بشر رو عنوان میکنن، و میدونیم که حقوق بشر یعنی جن و بسم الله، یعنی پاشنه آشیل رژیم. اگر حقوق بشر رو از جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر رو بگیرن، دیگر نمیتواند دوام بیاره. اینه که این قصه به نظر من همون جوری که جناب دایی هم اشاره کردن سر درازی داره. الان تازه داره یواش یواش اصلا صحنه عوض میشه. به اعتقاد من، اونچه که من درک میکنم، صحنه داره عوض میشه، و حال که غرب میبینه دست بالا رو داره، خب ترجیح میدهدش که فشار بیشتری وارد کنه و واقعا خودش از شر این ماجراهایی که در این 35 ساله در منطقه در واقع باهاش درگیر بوده، و همچنین مسئله حقوق بشر که حالا اروپایی امیدواریم واقعا جدی بگیرن، از شر اینا خلاص بکنه. آقای رئیس، صحبت تروریسم شد. برخی معتقد هستن که
نقش سپاه پاسداران در عملیات تروریستی هم بی ربط نبوده با حکم دادگاه نیویورک در مورد بنیاد علوی. به عبارت دیگه اومد، شما قطعا اطلاع دارید، جزئیاتش هم حتما میدونید، برای بینندگان من میگم که دادگاهی در نیویورک باز تلویحا تایید کرده بودن که ایران مرتبط بوده با عملیات 11 سپتامبر. اینها چه اندازه واقعیت داشته و چه اندازه مرتبط بوده با حکم دادگاه نیویورک درباره بنیاد علوی؟ عرض کنم که در مورد اولا، خب کارنامه تروریسم جمهوری اسلامی انقدر بالا بلنده که بخواد نگاه بکنه کسی از همون لحظه ای که واقعا ببینید جام چرا گفتن، یه چیز جالب توجهه که این حکومتی که به نوعی تروریسم دولتی رو اولا در دنیا نهادینه کرد، یعنی اولین حکومتی در جهانه که حکومت یه سری کارا رو کرده که اصلا بی نظیره. این اولین حکومتیه که تنها دولتیه در جهان مثلا کنفرانس برگزار میکنه در انکار هولوکاست، مثلا رفتن گروگانگیری کردن، اینا اول انقلاب که خودش اینو تروریسمه، رفتن گروگانگیری کردن، تمام قوانین بین المللی و دیپلماتیک رو زیر پا گذاشتن. دیپلمات های آمریکایی رو 444 روز اینها نگه داشتن. حالا یکی از اون کسانی که تو گروگانگیری بوده میخواد بیاد اینجا بشه در آمریکا سفیر ایران در سازمان ملل، جمهوری اسلامی سازمان ملل. راش نیدن، گفتن شما در تروریست بودی یا در گروگانگیری بودی. رفته شکایت کرده به سازمان ملل که حق حقوق من باطل شده. آقا شما خود تمام حق و حقوق دیپلماتیک همه رو زیر پا گذاشتی، اصلا به رسمیت نشناختی. اگه میشناختی همین الان میمدی معذرت میخواستی، گفتی لااقلش آقا من کاری که کردم خلاف عرف دیپلماتیک بوده، قوانین دیپلماتیک. نه تنها اون کار نمیکنه، طلبکارم هستن. ببینید جمهوری اسلامی در تروریسم حالا کارنامه بلندی داره، هر جا نگاه کنی به نوعی دستش هست. از کشتن مردم بیگناه در آرژانتین که داشتن عبادت میکردن در مرکز یهودیان شما بگیرید، تا واقعش اینه که حالا من دارم روی گزارشی کار میکنم که برای خود من حیرت آوره، جنایاتی که سپاه قدس و حزب الله لبنان و این گروه های ریز و درشتی که جمهوری اسلامی در عراق و در یمن و اینجا درست کرده، اینها رو اعزام کرده به سوریه میکنن، اینا اصلا بی‌نظیره، یعنی جنایت علیه بشریت. اما تا اونجایی که به 11 سپتامبر میرسه، ارتباطاتی مشاهده شده از قبیل اینکه مثلا اعضای القاعده رفت آمد میکردن از طریق ایران، از عربستان میومدن میرفتن افغانستان، یا مثلا نشستی بوده مثلا در سودان، در سومالی، در این حد بوده، یا ارتباطات تشکیلاتی بوده بین اعضای عملیاتی القاعده با سپاه پاسداران. ولی به طور مشخص که در مورد برنامه ریزی 11 سپتامبر و اینها اطلاعی داشته جمهوری، یعنی دخالتی داشته، من هنوز چیزی ندیدم. و اگر بود برادر من خیلی سرسدام که چیزی نیست که بتونه دولت آمریکا پنهان بکنه. بسیار مسئله بسیار مهمیه، چون قربانیان این حادثه اینجا حی حاضر ایستادن، اگه بود حتما جلو میمدن. و ولی اینقدر پرونده های زیادی هست که یه نمونهش در خبار عربستان 1996، اینها وقتی که بمبگذاری کردن و کشتن آمریکایی ها رو، همین آقای کلینتون، بیل کلینتون هست، اینجا تمام گزارشات رسمی هست که از آرشیوم در اومده، نامه می نویسه به مقامات عربستان سعودی که پرونده رو مختومه کنید، چون اون وقت خاتمی اومده بود، نمیخواستن روابط خراب شه، میخواستن بهبود روابط بدن با جمهوری اسلامی، پرونده رو خاموش کردن، در حالی که قتل شهروندان آمریکایی، سرباز تفنگداران آمریکایی بود در میان، یا در لبنان که بیش از 200 نفر از تفنگدارای آمریکایی رو جمهوری اسلامی توسط حزب الله کش. و جالبی داره، رفیق دوست که بعد شد وزیر سپاه پاسداران رسما گفت که من دارم این کدشو، فکر کنم روزنامه کیهان اون موقع بود، گفت اون عملیاتی که در لبنان 200 خورده یا 300 نفر آمریکایی رو به گفته ایشون به جهنم فرستاد، هم ایدئولوژیش از ایران اومده بود، هم سازماندهیش و هم TNTش مواد منفجرش دیگه، چون از این روشنتر که نمیشه که. بنابراین اگه می‌خواستن کاری بکنن جمهوری اسلامی که می‌کردن، که البته خودتون هست در اون موقع گروهی از سربازان فرانسوی رو هم کشتن، البته فرانسه بلافاصله
واکنش نشون داد و بمباران کرد مناطقی رو که گفته میشد آشنای تروریست است. آقای محمدی عزیز، مسئله یارانه ها هست، مسئله تحریم ها هست، تلاش هایی در داخل هست که تمام این مشکلات اقتصادی، مشکلات مربوط به یارانه رو برگردن تحریم ها و نهایتا برگردن ستیز استکبار جهانی به گفته مسئولان جمهوری فقیه بندازن، ستیز استکبار جهانی با اسلام و توسعه اسلام خواهی که منشأش به گفته اونها بازم انقلاب ایران است. مسئله یارانه ها، الان این مسئله رو شما در چه منظری تفسیر میکنید، میبینید؟ آیا گامی بوده به سود مردم، به سود سفره مردم، یا خیر باز هم از ترفندهای عوامفریبانه دولت فقیه؟ اتفاقا این یارانه ها رو موقعی شروع کردن به پرداخت یارانه ها که اوج به اصطلاح ستیز جبهه استکبار در مورد تحریم ها و از این حرفا بود در زمان آقای احمدی نژاد، همین دو سال و نیم پیش. مسئله این استش که جناب شالنگی، کاری رو اگه خاطرتون باشه بارها در این برنامه که خود حضرت عالی هم تشریف داشتید صحبت شد که آقا وقتی شما میایید پول نقد میریزید تو جامعه، به هر کسی 45,000 تومن میخواید یارانه بدهید در ما، شما ببینید طرحی که داشتن از ابتدا این بود که 100 میلیارد دارن میدن بابت یارانه کالاهای اساسی. فکر بکنید این 100 میلیارد رو بین 20 قلم، 30 قلم، 40 قلم کالا تقسیم میکردن، کار زیاد مشکلی نیست و این رو اندک اندک شاید میشد کمش کرد، این رو باید اقتصاددانان بگن. ولی به طور کلی آقای احمدی نژاد در دورش آمد گفت آقا اینا رو همه رو ور میداریم، حالا این پولو، بهانه هم این بود که پولدارها هم آخه دارن استفاده میکنن، که حرف بسیار بی ربطیست، حالا وارد جزئیاتش نمیشه، که بیایم این پول رو نقدن بدیم به مردم. یعنی یک سازمانی که درست باید بشه، یک دولت بزرگی درست باید بشه که به 75 میلیون 45,000 تومان در ماه بده، حالا حساب کتابش سوا، اما این پول نقدی که ریخته میشه در جامعه به عقیده همه اقتصاددانان وقتی که نقدینگی افزایش پیدا میکنه، خب تورم افزایش پیدا میکنه، قیمت ها بالا میره و فشارها افزایش پیدا میکنه، هیچ ربطی اساسا به تحریم ها نداره. الان هم میبینن حالا دیگه کار به پاشوره خورده به قول معروف، حالا میبینن نه اصلا نمیتونن حریفش بشن. جالب استش که الان وقتی آدم صحنه رو نگاه میکنه، دیروز خبری بود جناب شالنگی که وزارت دارایی و سازمان بازرسی کل کشور حالا اجازه یافتن که حسابهای بانکی افراد رو تک تک برن کنترل بکنن. کار رو به جایی رسوندن که اول بیایید بگید اونهایی که یارانه میخواهند که بگویند ما فقیر هستیم و گدا هستیم و نداریم، یارانه بهمون بدید، و بعد حالا که اعتمادم نمی کنن، چون بسیاری رفتن اسم نوشتن و کسی هم منصرف نشده، که میگویند درصد اینهایی که انصراف دادن خیلی کم بوده، حالا بریم حساباشون رو بررسی کنیم. در تمام دنیا طبق قانون حساب بانکی کسی رو بخواد بررسی بکنید باید دادستان اصلا دستور بده، دادگاه دستور بده. به هر حال الان توش واموندن و گیر کردن و حالا گفتن که البته ما یارانه اردیبهشت ماه رو میدیم. اما ملاحظه میکنید جناب شالنگی، اینجور کارهایی که داره انجام میشه که به اعتقاد من اساسا به تحریم ها اصلا ارتباطی نداره، وضعیت فلاکتبار اقتصادی ایران قبل از این تحریم ها هم وجود داشت، قبل از اون چهار قطعنامه هم وجود داشت، بعدش تازه مثلا از 2012، جولای 2012 تحریم خرید نفت شروع شده، که اینا هم میگوین ما تحریم ها رو دور زدیم و رفتیم، که نمونش یکیش آقای بابک زنجانیه مثلا. ولی کلن این تحریم ها به جای خودش
اون برنامه های غلطی که با حمایت آقای خامنه ای و با حمایت کل مجلس و کل حکومت آقای احمدی نژاد انجام داد باعث یه چنین بحرانی شده. بحرانم به قدری هست که الان میبینیم برای اینکه از طغیان عمومی واقعا وحشت دارن، قرار هست مانور گسترده بسیج باز در 4-5 نقطه تهران و جاهای دیگه برگزار بشه ظرف 4 و 5 اردیبهشت که اصلا معلوم برای مقابله با تهدیدات داخلی. میبینیم به زندان حمله میکنن، میگیریم، میبینیم اعدام ها رو افزایش میدن، برای اینکه داره یواش یواش میره به اون سو که اعتراض مردم بلند شه. جناب چلنگی، من فقط یه جمله اضافه کنم، کسی که به هر حال یه سال و نیم دو ساله 45,000 تومان بابت هر نفر از خانوادهش به هر حال دریافت کرده، زندگیش رو روی اون تنظیم کرده، به این راحتی وقتی که اینو قطعش میکنید خب معلوم هستش که فشار میاد. ولی در پاسخ به سوال حضرت عالی، نه، این ادعایی که میکنن غلط است، اصلا ربطی به تحریم ها نداره. واقعا آقای دایی این ادعا غلطه. یعنی این اون که استکبار جهانی می نامند حکومت ایران نقشی نداره در وضعیتی که به وجود اومده، یا اگه نقشی داره علتشی بوده. برعرض کنم که در برابر خود تهران، برعرض کنم که جناب چلگی، من همیشه اظهار همدردی دارم با دوستانی که اقتصاددانن و تلاش میکنن اقتصاد جمهوری اسلامی رو تفسیر کنن، تحلیل کنن، چون واقعش اینه که وقتی که شما میخواد نگاهی به اقتصاد بکنید باید آمار درستی باشه، همه چیز روشن باشه، دست اندرکاران اقتصاد مشخص باشه توی مملکت کیان چیان، درآمدها چقدر، خرج چی میشه، هیچ چیز اینا مشخص نیست. این دوستان اقتصاددان یه چیزایی رو بر اساس آماری که دولت میگه رو تجزیه تحلیل میکنن، وضعیت خراب و فقط گرانی رو میبینن و ناله مردم رو که میشنون تفسیر میکنن. واقعش اینه که ببینید، مثل مردم سالاری دینی میمونه در یه مملکت که ولی فقیه نشسته، یه آخونده مثل هارون و رشید نشسته هرچی دلش خواست انجام میده، یه شورای نگهبان یه در گشت اونجا هر کار خواست میکنن، یه قوه قضاییه داره تحت نظر ولی فقیه هر کار خواست میکنن، بسیج و سپاه هم دستشه. آخه توی مملکت دیگه انتخابات چه معنی داره؟ مردم سالاری دینی یعنی چی اصلا؟ اصلا این مسخره بازی چیه؟ که تر دنیا هم دارن تطبیقش میکنن، آزادی ها اقتصادشون هم بیشتر این کارگزاران و اصلاح طلبان حکومت میگن در خارج از ایران. هم اونا هم کسانی که منفعت دارن جناب چلنگی، منفعت دارن. نهادهای آمریکایی حلوا. ببینید حالا داستان این که کیا مماشات میکنن بماند، در آمریکا یه عده هستن دشمنی با اسرائیل دارن، یه عده چپن هنوز نوستالژی اون انقلاب ضد آمریکایی 35 سال پیش ایران رو دارن، بماند اینا. ولی کلش به اقتصاد که برگردیم، ببینید یه اصل ساده است توی این مملکت. یارانه یعنی چی؟ آخه یارانه مگه میشه توی مملکتی 35 سال برای همه اقلام اساسی یه دولت یارانه بده؟ دیگه از این مسخره تر نمیشه. ولی حق مردمه. چرا؟ چون در یک مملکت درست حسابی و عادی حداقلش اینه که وقتی درآمدهای ملی یعنی نفت، گاز، فلان، خرج سرمایه گذاری های بنیادین و ساختاری میشه، جاده میکشن، فرهنگ، بهداشت، زیرساخت های اقتصادی، برق، نمیدونم کامپیوتر، اینا وقتی شد تولید راحت تر میشه، بنگاه‌های اقتصادی میتونن کالایی که تولید میکنن و کشاورزان قیمتش مثلا در بیاد مثلا 10 دلار برای یه جنس. چرا؟ چون دولت خرج کرده زیربناها رو، پول مردم رو خرج این چیزا کرده، کالا در میاد 10 دلار، دولت هم نیازی نداره که دراز مدت سابسید بده، مردم هم بیان 10 دلار میخرن. حالا جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ درآمدها رو خرج تروریسم خارج کشوری، جنگ، برنامه هسته‌ای، حزب الله و آمریکای لاتین و همه اینا کرده، بعد بخش دیگرش رو خرج سپاه و بسیج کرده، بعد مافیاها میخورن، دیگه چیزی برای اقتصاد نمونه. بنابراین یه بنگاه تولیدی و کشاورز بدبخت، جنسی که میخواد تولید کنه در یک نظام درست‌حسابی بعد 10 دلار در میومد، براش در میاد 100 دلار. خب نمیتونه بفروشه، مردم نمیتونن بخرن، دولت میاد عجیبش هی
$30 رو میده باج داره میده، $70 رو دولت خورده، $30 میده سر صدای مردم داره. در حقیقت دولت سابسید باجیه که دولت به مردم داده، حداقل باجیه که داده که کسی شورش نکنه. چرا؟ چون پولای اساسی رو خورده، خرج مردم نمیکنه. حالا میگه اون 44,000 تومان نمیخوام بدی. آقا تو داری از جیب هر کسی با گرانی و پولای دیگه‌ای که در میاری خرج جای دیگه میکنی، داری کلی از مردم میگیری، سفره مردم خالیه. حالا سن نارسیش از پول خود مردم رو بخواه بهشون بدی که تازه نادرست در نظر اقتصادی، اینو داری دبه در میاری. واقعا وقتی بعد تازه میان احزاب سیاسی هم بیانیه میدن میگن مردم انصراف بدی. چرا انصراف بدن مردم؟ موقع انصراف بدن که جاهای دیگه هم مشخص بشه. شما جرأت ندارن این گروه های سیاسی راجع برنامه هسته‌ای صحبت کنن. سالی 100 میلیارد دلار طبق آمار رسمی داره مملکت ما ضرر میده برای برنامه هسته‌ای، حداقلشه. این پارس جنوبی بزرگترین، یکی بزرگترین و شاید بزرگترین منبع گازی جهانه، داره قطر برداشت میکنه، داره قطر برداشت میکنه، میگن سالی 35 میلیارد دلار ضرر ماست به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای تحریم، نمیتونن تولید بکنن. آخه کی وقتی ما حق نداریم راجع به برنامه هسته‌ای از نظر بکنیم میگن 40,000 تومان مردم، حرف نظر اقتصادی درست نیست. آقا بقیه چیزا مگه درسته؟ مردم دارن چوب همه چیز رو میخورن، همه چیز رو، هیچ چی ندارن. بیمار وقتی میشه باید برد امامزاده نمیدونم فلان دعا کنه که زودتر فوت کنه راحت شه، برای اینکه پول دوا نداره. بعد میگن 40,000 تومان نگیر. واقعا حیرت آوره جناب چالنگی، واقعا حیرت آوره. و این چیزی که درست کرده، دیدم آقای دکتر خاوند سال گذشته اصطلاح جالبی به کار برده بود از قول یکی از استادان دانشگاه ایران، هیروشیما اقتصادی در ایران. هیروشیماست که داستان اینه، میگه بعد از اینکه بمب رو در آمریکا در هیروشیما انداخت که همه چی ویران شده بود، سوخته بود و مرده بودن همه، دیدن یه آقای داره جارو میزنه جلو در خونه‌ش، گفتن چیکار می‌کنی؟ گفت من تنها کاری که بعد دستم برمیاد یه جارویی. حالا یه دم دارن جارو کشی خیلی آرام میکنن، فکر میکنن با این نظافت ها میتونن مسئله حل کنن. این مملکت همه چیش ویرانه، اقتصاد نداره، یک مش دزد مافیایی. اصل کار اقتصاد این مملکت که باید روشن بشه خرجایی که در خارج کشور میکنن، خرج برنامه هسته‌ای و این مافیاهایی که هست که در رأس سپاه پاسدارانه که 60% 70% اقتصاد دستشه، که الان هم 35 سالگرد تأسیسش هست با اظهارات آقای جعفری رئیس پاسدار، بسیار فرمانده پاسدار، در همین زمینه که ما به دولت تذکر باید بدیم و بقیه مسئله. من خواهیم گشت آقای دایی به نیویورک، اما آقای محمدی عزیز، چون این دولتی با چون این وضعیت اقتصادی آیا چه حراسی داره از زندانیان سیاسی در بند 350 که اگر سرودی میخونن چنین سرکوبگرانه بر سر اونها بریزه، گارد زندان رو فرا بخونه و بیان و امنیتی، پاسدار، گارد زندان، زندانبان، حتی دکتر رئیس مرکز بهداری زندان هم مشارکت کنه در سرکوب زندانیان دربند، حراسش از چی هست؟ والا ببینید جناب چلنگی، هیچ دلیلی رو تا به حال اعلام نکردن. اولا که ابتدا اصلا منکر شدن که یک چنین هجوم و حمله ای رو نسبت به زندانیان بند 350 انجام دادن، ولی حالا معلوم می شود که نه، از جاهای دیگه هم نیرو آوردن، از جمله از زندان رجایی شهر و غیره، که بند 350 رو مورد هجوم قرار بدن و بسیاری رو مورد ضرب و جر قرار دادن. حالا دیگه میگن خب قرار بوده است امروز برون خانواده ها ملاقات بکنن و نتیجه اقلا روشن بشه. اما آدم واقعا در فکر میفته به قول شما که آخه چیه دلیل، چرا یه نفری که داره زندانیشو میگذرونه، فارغ از این که اساسا زندانی شدنش هم یه کار غیر قانونی و غیر شرعی هست، حتی کاری نکرده که مثلا اظهار عقیده کرده، اظهار نظری کرده، اینهایی که در زندان‌های سیاسی هستن خب همینه، ولی چگونه هستش که حکومت یک باره مثلا به این فکر میفته که بره اینا رو سرکوب کنه؟
یا مثلا بره فلان کارو بکنه. من حساب میکنم، وقتی نگاه میکنم میبینم در سالهای گذشته هر وقت یه اتفاقی میخواد بیفته قبلا اینها باز یه برنامه‌ای رو اجرا میکنن. قطرهای زنجیره‌ای یادمون نرفته. سالی که میخواستن بنزین رو گرون بکنم فکر میکنم 2007 بود، قبلا شروع کردن آفتابه به گردن لاتلوتای محل و اراذل و اوباش بندازیم و بیگیر و ببند و اینا، بازم مردم رفتن سه تا پمپ بنزین رو آتیش زدن. حالا به اعتقاد من این مسئله یارانه ها بد جوری تو گلوشون گیر کرده و احتمال اینکه طغیانی باشد، اعتراضی باشد هست. این خبر حمله به زندانیان رو الان عرضمو تموم میکنن. این خبر حمله به زندانیان رو بذارید در کنار خبر اینکه بسیج میخواهد یک مانور جدیدی بدهد، بذارید در کنار اینکه سپاه میگوید اصلا من باید اقتصاد اداره کنم، دولت گوش نمیده به پیشنهادهای من. اینا همش به نظر من وحشتی است که جناب چالنگی از اعتراضات عمومی نسبت به مسئله یارانه‌ها داره. کمتر از یک دقیقه وقت ما ایده است. من فکر کنم همین نکته که آقای محمدی اشاره کردن. ببینید، نگرانی اصلی حکومت، چالش اصلیش ترس از اینه که مردم شورش نکنن. واقعش اینه که به همین دلیل هم قبول کرد خامنه ای که روحانی بشه رئیس جمهور، به همین دلیل هم تن به مذاکرات هسته‌ای دادن، تحریم ها پدر اینها در آورده، از شورش مردم میترسن. برای همین هم هست در 7-8 ماه گذشته فشار رو زیاد کردن، اختناق افزایش پیدا کرده، اعدام ها زیادتر شده، روزنامه ها رو بستن. اینها از این میترسن که مبادا آمدن روحانی و این عقب نشینی هسته یا اینها که میکنن به مردم پیام بده که فضا باز شده، مردم اعتراض خودشون رو زیادتر بکنن، خب در رأسش هم جامعه سیاسی رو سرکوب میکنن. این یه نکته. دوم که همونطور که ایشون اشاره فرمودن، روزهای سخت اقتصادی در پیش جمهوری اسلامی احتمالاً سرکوب رو افزایش خواهد داد. اما یه نکته هم در پایان من بکنم، این که تو این چند روزه و همین چند ماهی که همیشه اعدام اضافه شده و سرکوب بیشتر شده، همین دلالان و بلندگویان جمهوری اسلامی در داخل و خارج و در رأسش اصلاح طلبا این طوری رفتار میکنن که انگار مثلا حسن دولت حسن روحانی هم قربانی نقض حقوق بشره، لابا در اوین بوده، ایشون هم کتک خورده، اینجور جلوه میدن. تندروها این کارا رو کردن برای تضعیف آقای روحانی. اولا که هر موقع نهادهای بین‌المللی اعتراض میکنن به نقض حقوق بشر، اول کسی که میپره جلو اعتراض میکنه، حمله میکنه به نهادهای حقوق بشری، جواد ظریف و اون خانم به نام مرضیه افخم که معلوم نیست ایشون قضا چه کاره بوده، تو اوین شکنجهگر زنان بوده، چی بوده، شده سخنگو. اول از همه یقه احمد شهید رو میگیره، بان کی مون رو میگیره، به همه اعتراض میکنه، میگه نقض حقوق بشر در ایران دروغه. همین آقای جواد ظریف که ما اعدام زندانی سیاسی نداریم، که همین هفته پیش چند نفر رو اعدام کرده. امروز هم که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت کابینه روحانی گفت چیز نشده در زندان، رفتن اونجا رو بازرسی کنن، یه عده مقاومت کردن، خودشون صدمه دیدن. توجیه همین آقا، اصلا خود نفس این که یه آدمی که در قتل عام زندانیان سیاسی بوده وزیر دادگستری، یعنی عدالت کابینه روحانی شده، نشون میده. یعنی سکوت توجیه، بعد خودشون قربانی هم جلوه میدن در خارج و داخل کشور. این واقعا شرم‌آوره. یعنی این حسن روحانی که اومده یه مشروعیتی مثلا به قول خودش انتخابش به نظام داده، نظام هم با خیال راحت هر کاری خواست بکنه، بلم اینا بیان توجیه بکنن. نخیر، حرفای خیلی خوشگل در مورد دموکراسی و مردم سالاری تو نیویورک زدن به درد خودش میخوره حسن روحانی. راست میگه، الان این میدان، این گوی این میدان، بیا وسط و دفاع کن لااقل از آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد که تو حسن چرا دفاع نمیکنی که قول دادی اینها آزاد خواهند شد. یعنی اینها هم هیچ کارن و هم دروغگو. الان که کاملا مشخص شده آقایی که میخواست رابطه با آمریکا رو راه بندازه حسن روحانی، الان قدرت دفن یه ایران شناس در ایران رو نداره. نشون میده از تدارکاتی که خاتمی هم بوده ناکارآمدتره، ولی به نفع جمهوری اسلامی این طرف اون طرف توجیه. اگه جمهوری اسلامی جنایت میکنه، سرکوب میکنه، زندانی ها رو اعدام و اینها، ناراحت نشید. یه حسن روحانی کابینه‌ش، اینا میانه رو هن، اینا خودشون هم قربانی هن. شما زیاد متوجه نظام نباشید، بالاخره اینا هم تو نظام هستن، یه روزی هم مردم رو نجات خواهند داد، هم غرب رو از مشکل جمهوری اسلامی. این وعده وعیدایی که روحانی میده و تنها فایده ای هم که برای نظام داره همینه، با این وعده وعید دادن ها به مردم و به جامعه بین‌المللی.
سپاسگزار هستیم آقای حسن دایی عزیز، با سپاس و آقای ناصر محمدی و سپاس آقای ناصر محمدی عزیز. ممنونم از لطفتون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، کوهساران دنا و کوهساران دلاهو، آسماری، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.